توی این ویدیو قراره با هم دیگه بررسی بکنیم که پرینترهای کوچیک بهترن یا پرینترهای بزرگ. و اینکه از نظر سرعت عملکرد، دقت و همچنین به صرفه بودن کدومشون بهتره. اگر میخواید متوجه بشید تا آخر این ویدیو با ما همراه باش. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ من محمد رضا هستم و اینجا کانال دیزاین تریکه. به کانال خودتون خیلی خیلی خوش اومدید. همونطور که توی اول ویدیو هم گفتم، قراره با هم دیگه بررسی بکنیم که پرینترهای بزرگ بهترن یا پرینترهای کوچیک. البته این چیزی که میگم یه چیز نسبیه و با توجه به تجربیات و دیده های منه و ممکنه از نظر یک شخص دیگه کاملا یک چیز متفاوت و مجزایی باشه. اما من بر اساس تجربیات خودم، چیزایی که تا حالا تجربه کردم رو میخوام در اختیارتون بذارم. این سوال برای خیلیا پیش میاد که پرینترهای بزرگ بهترن یا پرینترهای کوچیک. مثلا موقع خرید، وقتی میخواد یکی خرید بکنه و داره حالا قیمت ها رو بالا پایین میکنه و نگاه میکنه، مثلا میبینه که پرینتر 20x20 یه قیمت مثلا 20 میلیونی داره، مثلا یک پرینتر 30x30 مثلا یک قیمت 25 میلیونی 30 میلیونی 40 میلیونی داره و مثلا آیا به صرفه است برای مثلا 10 سانت اضافه تر این مبلغ آدم هزینه بکنه؟ و یا بعضیا هستن که مثلا کارهای خیلی بزرگی دارن میزنن، تو کار مجسمه سازی هستن، تو کار ماکت سازی هستن و چیزای از این دست و میخوام متوجه بشن که برای خرید کدوم پرینتر بهتره و اینکه اصلا پرینتر دارن و میخوان حالا نوع استفادهش رو بفهمن، اینکه حالا قطعه رو بزرگ و یک تیکه پرینت بکنن بهتره و یا نه قطعه کوچیک و به قطعات مختلف تقسیم بکنن در نهایت اون رو اسمبل بکنن بهتره. تو این ویدیو ما قراره این رو با هم دیگه بررسی بکنیم. اما قبل از اینکه بریم سراغ صفحه مانیتور و بررسی قیمت پرینترها، یادتون نره ما رو لایک کنید، ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید تا اولین نفر از ویدیو ما با خبر بشید. در ضمن یادتون نره حتما برامون کامنت بذارید و همینجور خوشحال میشیم ما رو تو اینستاگرام هم دنبال بکنید. تو اینستاگرام قراره مطالب آموزشی کوتاه رو از این به بعد براتون قرار بدیم. بریم رو صفحه مانیتور تا قیمت پرینترها رو با هم دیگه بررسی بکنیم. خب رفقا، ما مجدد اومدیم سراغ دیجیکالا. البته دیجیکالا خب محبوبیتش توی مدت پایین اومده، اما برای بررسی بعضی از چیزها بد نیست. من اون بالا سرچ میکنم پرینتر سبودی تا با هم دیگه قیمت پرینترهای سبودی رو بررسی بکنیم. خب رفقا، این هم از قیمت پرینترهای سبودی. بریم با هم دیگه ابعاد و قیمت ها رو نگاه بکنیم. ببینید من الان خب یک پرینتر 25 میلیونی باز میکنم، یک پرینتر 99 میلیونی، یک پرینتر 34 میلیونی و حالا یک پرینتر 53 میلیونی. حالا اینها که پرینترهای رزینی هستن، بعدی ها در خصوصشون با هم دیگه صحبت میکنیم و یک پرینتر 19 میلیونی. خب حالا میخوایم پرینترها رو از نظر دقت پرینت و ابعاد پرینتشون با هم دیگه بررسی بکنیم. ببینید ضخامت لایه بیش از 20، حالا 20 میکرون منظورشون احتمالاً، ابعاد خود دستگاه هست و حالا قطر فیلامنتی که اینجا بهش در واقع متصل شده. من فکر میکنم یک پرینتر 20x20 باشه. حالا اطلاعات خیلی درستی در موردش ننوشته، ولی با توجه به اینکه نوشته آلفا 20، احتمالاً ابعاد پرینتر این پرینترمون 20x20 که خب 25 میلیون تومان قیمتشه. پرینتر جهان که فکر میکنم حالا ابعاد پرینتش رو اگر نوشته باشه، خب اینجا نوشته که ابعاد پرینت 50x50x55 سانتی، یعنی یه چیزی تقریبا 2.5 برابر پرینتر قبلی. از نظر حالا طولی عرضی که از نظر مساحتی حساب کنیم 4 برابر این پرینتر محسوب میشه تقریبا. و اما پرینتر سوم که آلفا 30 هست، احتمالا این هم 30 سانتی، 34 میلیون و حالا قطر لایه بیشتر از 20 میکرون نوشتن. پرینتر 53 میلیونی آیهان که ابعاد چاپش رو 40x40x40 هست و این پرینتر که خب اصلا مشخصه پرینتر 20x20 و یا حتی شاید یک مقدار کوچیکتر هم باشه. خب تا اینجا قیمت ها رو با هم دیگه بررسی کردیم، اما بریم سراغ یه سری دیگه از توضیحات که میخوام براتون بدم. خب رفقا، همونطور که دیدین قیمت پرینترها برای حالا پرینترهای ما به صورت رندوم انتخاب کردیم 20x20 تا 50x50، مثلا یه چیزی تقریبا 2 برابری الا 2.5 برابری هست. ولی از نظر مساحت خب پرینتری که 55 سانتی پرینت کنه خیلی بزرگتر و بهتر از پرینتر کوچیک ما هست، یعنی
از نظر قیمتی خب خیلی به صرفه تر اینکه شما 4 تا پرینتر کوچیک بگیرین و اینکه یک پرینتر بزرگ بگیرید. اما از نظر سرعت چطور؟ ببینید یه چیزی در مورد کیفیت بگم. اینکه همشون حالا نوشتن بیشتر از 20 میکرون، 50 میکرون و اینجور چیزها، شما وقتی عملا دستگاه رو بگیرین و بخواین ازش دقت لایه 50 میکرون رو بگیرین نمیشه. و دلایل زیادی هم داره ها. یکیش و یکی از مهمترین دلایلش قطر نازل هست که شما حتما باید نازل خاصی رو استفاده بکنید. یعنی مثلا باید نازل 1/10 میلیمتر استفاده بکنید که توی بازار یه چیز روند و عامی نیست که بتونید خیلی راحت گیر بیاد. علاوه بر اون محورهاتون اصلا نباید لقی داشته باشن، محور زدتون خصوصا. و حالا یه سری نکات اینچنینی که با توجه به اینکه حالا دستگاه‌های ایرانی و خصوصا قطعاتی که توی دستگاه‌های ایرانی استفاده میشه و صرفا تقصیر سازنده نیست، کیفیت خیلی بالایی ندارن و به مرور خب این لقب پیدا می‌کنه، پس خیلی نباید در واقع دقت شما زوم بکنی و تقریبا باید 100 میکرونی رو در نظر داشته باشین. پس تا اینجا یه کار فهمیدیم که از نظر قیمتی پرینترهای بزرگ شاید به صرفه‌تر از پرینترهای کوچیک باشن، اما از یه بابت ضعف دارم پرینترهای بزرگ. بذارید من یک مثال رو اینجوری براتون بزنم که پرینتر بزرگ شما فرض کنید مثل یک کامیون میمونه و پرینتر کوچیک مثل یک پراید وانت یا حتی وانت میمونه. خب شما اگر بخواید یک بار رو جابجا بکنید، اگر بار خیلی سنگین باشه خب ترجیحاً با کامیون جابجا میکنید، ولی اگر بارتون سبک باشه خب خیلی به صرفه تر و ارزون تر هستش که اون بار رو با یک وانت و یا پراید وانت یا هر چیز دیگه‌ای جابجا بکنید. اما اگر بارتون زیاد باشه و قرار باشه با سرعت بیشتری جابجا بکنید، آیا خاور یا کامیون به صرفه تره و یا اینکه اون بحث وانت و ماشین های کوچیک‌تر؟ بهتره بریم یه بررسی دیگه روی کامپیوتر توی نرم افزار با هم دیگه داشته باشیم تا به این موضوع پی ببریم. بریم رو صفحه مانیتور. خب رفقا من نرم افزار پروسسور اسلایسر رو باز می‌کنم، چند لحظه منتظر می‌مونم تا در واقع پروسسور اسلایسر من لود بشه. اما چه کار میکنیم؟ ببینید من الان میام ابعاد پرینتم رو حالا میذارم روی حالت اکسپرت و ابعاد پرینتم رو میذارم روی 40x40x40 سانت. اینجا من یک دونه باکس اضافه میکنم که ابعادش رو تقریبا مثلا 200 در نظر میگم، یعنی 200x200x200. خب من این رو با یه چیز مثلا فرض کنید 20% یه سری چیز پیشفرض میخوام بذارم ببینم چقدر زمان میبره. قطر لایه 25 صدم و حالا 2 لایه 40، یعنی ما خیلی کم داریم همه چیز رو در نظر میگیم. این رو اسلایس میکنیم، زمانش رو نوشته حالا 3 روز و خورده ای. من حالا کاری با این زمان ندارم که آیا این عقلانی هست این زمان برای پرینت یک قطعه یا نه، ولی خب داریم قطعاتی که لازمه این زمان پرینت رو طی بکنن. پس این شد 3 روز و خورده ای و با یک پرینتره در واقع 40x40 داره پرینت میشه. خب ما اگه قرار باشه این رو پرینتر 20x20 پرینت بکنیم میشه؟ بله خب قطعا میشه، چون ابعادش 20x20x20. خب پس بذارید کاریش کنیم که با پرینتر 20x20 نشه این رو پرینت کرد، یعنی ابعادش رو 30x30 بکنیم. حالا جدا از این که تایم شد 9 روز و 3 برابر شد تایم به خاطر 10 سانتی متر اضافه تر و حالا وزن فیلامنتش هم که یه وزن مثلا 2-3 کیلویی شد، یه موضوع دیگه رو من میخوام بهتون بگم. ببینید خب هیچ کس من فکر نمیکنم که بیاد 9 روز پرینتر رو بذاره که یک قطعه رو پرینت کنه، اصلا عقلانی هم نیست، که حالا دلایلش رو تو توضیحات براتون جلوتر میدم. اما اگه من این رو اسلایس بکنم چی؟ شما فرض بکنید من یک اسلایس اینجا میزنم و یک اسلایس دیگه تو این قطعه هم از این ور میزنم، یعنی میچرخونم از این ور کات میکنم و یه بار دیگه هم این قطعه‌ام رو مجدد کات میکنم. با بقیه قطعات کار ندارم، من صرفا با همین قطعه ای که اسلایس شد کار دارم و حالا میزنم که اون رو چیدمان بکنه وسط صفحه، حالا اسلایسش میکنم. زمانش رو چقدر؟ 1 روز. و اما آیا پرینتر 20x20 قابل پرینته؟ بریم این رو هم یه بررسی بکنیم. طبیعتا بله، و حالا من صرفا فقط میخواستم بزنم که شما این رو ببینید. شد 1 روز. اما ما چند تا قطعه این شکلی باید پرینت بکنیم؟ ببینید میشه 8 دیگه، درسته؟ پس یک پرینتر کوچیک اگر قرار باشه یک حجم بزرگ رو پرینت بکنه توی 8 روز پرینت میکنه و یک پرینتر بزرگ توی 9 روز. من بریم مثلا توضیحات رو براتون بدم. رفقا همونطور که دیدین از نظر زمان پرینت یک پرینتر کوچیک زمان کمتری رو برای پرینت اون قطعه صرف میکنه،
و ما اگه با یه پرینتر کوچیک میتونیم یک قطعه بزرگی که حالا بعدها میتونیم اینها رو به هم متصل بکنیم توی 8 روز پرینت بکنیم، همون قطعه رو با یک پرینتر بزرگ مجبوریم توی 9 روز پرینت بکنیم. اما علتش چیه؟ ببینید دو تا علت اصلی داره. حالا من این موضوع دیگه هم باید بهتون بگم. اینجا مثلا اگر میزنه 9 روز برای یک پرینتر بزرگ، اون 9 روز مثلا میشه 9 روز و 16 17 ساعت، شاید حتی به 10 روز هم برسه. اما تو پرینتر کوچیک وقتی میزنی 1 روز، مثلا اون 1 روزش میشه 1 روز و 2 ساعت، 1 روز و 3 ساعت. اما علت این ماجرا چیه؟ ببینید ما یه سری حرکت ها داریم که بهش میگن حرکت های تراول، حرکت هایی که توش پرینتی وجود نداره. شما از نقطه آ فرض بکنید میخواد بری به نقطه B، این مسافت رو طی میکنید، حالا قرار فرض کنید این مسیر رو هم رنگ بکنید، این مسیر رنگ کنید به نقطه B میرسید. حالا دوباره میخواد برگرد به نقطه آ، ولی این بار قرار نیست دیگه رنگ کنید. خب خیلی سریع برمیگردین دوباره ادامه رنگتون رو میزنید. اما اگه این فاصله هرچی دور و دورتر بشه، شما زمان بیشتری برای برگشتن به نقطه اول باید صرف بکنید. یعنی تایمایی که قطعا پرینترهای بزرگ در حال پرینت نیستن خیلی زیاده، به خاطر همین تایم پرینتشون بیشتره. علاوه بر اون یه نکته ای که این اختلاف زمانی رو ایجاد میکنه چیه؟ ببین پرینترهای بزرگ به شدت سنگینن، چه بخوان چه نخوان، یعنی به خاطر اون استراکچری که دارن که حالا میخوان اون نازل و اکسترودر رو توی اون محور حرکت بدن، مجبورن استراکچرهای خیلی سنگین‌تری نسبت به پرینترهای کوچیک داشته باشن و سنگین‌تر. هر چقدر سنگین‌تر باشه سرعت حرکت کمتره. بس برمیگردیم سراغ سوال اولمون که اگه ما یک بار بزرگ رو با کامیون جابجا بکنیم سریع‌تره، و اینکه اون بار رو تو قطعات کوچیک تقسیم بکنیم و با ماشین‌های کوچیک‌تر اون رو حمل بکنیم. اینجا به جواب رسیدیم که ماشین‌های کوچیک‌تر، خب خاور و یا کامیون نهایتاً با 80 تا 90 تا سرعت می‌تونن حرکت بکنن، ولی ماشین‌های کوچیک با 100 تا 120 کیلومتر. دقیقاً اینجا هم به همون شکله. پس تا اینجای ماجرا پرینترهای کوچیک برتری بیشتری نسبت به پرینترهای بزرگ دارن و شما میتونید با اسلایس کردن قطعاتتون تو پرینترهای کوچیک اونها رو پرینت بکنید. اما از نظر مساحتی خب شاید شما یه دو برابر هزینه میکنین، اما 4 برابر مساحت میگیرید، از این بابت خب به صرف است. اما یک نکته خیلی خاصی که در مورد پرینترهای بزرگ وجود داره و تایمای پرینت زیادی که دارن، ببین یک سری از قطعات مصرفیان به شرکت سازنده هم ربطی نداره. برای مثال نازل، شما وقتی نازل رو مثلا یک تایمی باش پرینت میکنید، حالا بسته به نوع نازل و جنس نازل متفاوته، ممکنه این از یک روز شروع بشه تا یک ماه، ولی خب بیشتر از یک ماه مداوم حداقل چیزی که من تجربه داشتم حتی اون تیتانیومیهاش هم نبوده. یعنی شما وقتی دارید میذارید پرینت میکنید این ریسکو داره که وسط کار نازلتون خراب بشه. حالا اون پرینتر هر چقدر هم که دقیق باشه، هر چقدر که سنسورهای کالیبره داشته باشه، نمیتونه مجدد برگرده اون پرینت بکنه. شما مجبورید وقتی خراب بشه، تازه اگر به محض اینکه بفهمید اون رو پوز بکنید، بکشید یه گوشه نازلش رو هم عوض بکنید، قطعاً یک سری از لایه هاتون رو از دست دادید و از اون قسمت قطعتون جدا و شکننده میشه و این ایراد رو داره و این ربطی به در واقع شرکت های سازنده هم نداره. همونطور که گفتم این قطعات مصرفی هست. یا اینکه فیلامنت وسط کار تمام میشه. خب دیدید که 2 کیلو خورده ای گرمه، شما مجبورید 3 بار فیلامنت عوض بکنید توی زمانی که اون داره پرینت میکنه. اما قطعات کوچیک همچین چیزی نیست، نهایتش میشه 300 گرم الا 400 گرم. شما با یه در واقع فیلامنت میتونید 2 یا 3 تا قطعه پرینت بکنید. و این موضوع دیگه، ببینید اگر دوباره برگردیم سراغ مثال اولمون، شما یک بار خیلی سنگین رو بخواید با کامیون جابجا بکنید و کامیون وسط راه خراب بشه، بار شما مونده و هیچیش به مقصد نرسید. اما اگر اینو تو قطعات کوچیک‌تر تقسیم بکنید و بخواید به مقصد برسونید، اگر یکی از این ماشین‌ها دو تا از ماشین‌ها خراب بشه، مقداری از بار شما به مقصد میرسه و مقداری شه که تا زمانی که اون ماشین‌ها تعمیر بشن توی راه میمونه تا در نهایت به ادامه مقصد و اون انتهای مسیر برسن. و یه نکته دیگه ای هست که بریم صفحه مانیتور، من اون رو براتون توضیح میدم. خب رفقا ما یه پارامتر دیگه هم داریم به اسم جرک اکسلریشن و فید ریت که شما اگر بخواید اون رو ببینید توی سرورگ آخر و توی ماشین ستینگ میتونید اونها رو نگاه بکنید. حالا اینکه چرا صفحه من عوض شد، به خاطر اینکه من یک دونه پرینتر اینجا اضافه کردم از این قسمت که بتونم این تنظیمات رو به شما نشون بدم. از این قسمت من اومدم یک پرینتر پیشفرض پروسا رو به کارم اضافه کردم. ببینید شما اینجا هر چقدر سرعت این قسمت رو بالاتر ببرین، در اصل سرعت پرینتر شما بیشتره و هر چقدر پرینتر شما کوچیک‌تر باشه، شما میتونید بیشتر این سرعت ها رو بالا ببرید و سرعت بیشتری توی پرینت داشته باشید. البته این رو بگم ممکنه دستگاه پرینتر شما بزرگ باشه و موتورهای خیلی قوی داشته باشه و بتونید اینها رو بالا ببرید. اینکه حالا جرک و اکسلریشن و فید ریت هر کدوم چی ان، فید ریت که سرعت جرک و اکسلریشن شتاب و شتاب شتاب هستن که من در یه ویدیو کاملا حالا مجزا باید خیلی مفصل براتون توضیح بدم که اونا چیه که بتونید اونها رو بعدها درست تنظیم بکنید. اما وقتی من این سرعت ها رو بالا ببرم، مثلا ببینید من اگه اینو بذارم رو 400 و مثلا حالا 80 و اینجا دوباره بیام یک اسلایس بگیرم از کارم، میبینید که تایم پرینت من به 21 ساعت کاهش پیدا کرد. خب رفقا همونطور که دیدید از نظر نرم افزاری هم ما وقتی تنظیمات رو برای یک پرینتر کوچیک ست میکنیم سرعت پرینت بیشتری داریم.
پس تا اینجای ماجرا به این نتیجه رسیدیم که اگر ما پرینتر کوچیک داشته باشیم، تایم پرینت رو کم بکنیم و در اصل زمان پرینتمون رو کم بکنیم، ریسک کمتری داریم برای میس شدن یا از دست رفتن قطعمون و اینکه خیلی سریعتر شاید بتونیم به اون قطعه که میخوایم برسیم. من حتی پیشنهادم به اون دسته از عزیزانی که پرینترهای بزرگ دارن هم اینه که اگر شما یک قطعه خیلی بزرگ دارید و میخواید اون رو پرینت بکنید، اون رو به قطعات و قسمت‌های کوچیک‌تر تقسیم بکنید تا بتونید اون رو خیلی راحت‌تر و بدون ریسک‌تر و با ریسک پایین‌تری پرینت بگیرید. شاید دستگاه شما گنجایش اینو داشته باشه که یک چیز 10 روزه 12 روزه پرینت بکنه، اما من اصلا این رو به شما پیشنهاد نمی‌کنم. مرسی که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین. من سعی کردم حالا تو کوتاه‌ترین زمان اون نکاتی رو که میدونم خدمتتون ارائه بدم. کامنت فراموش نشه. سپاس.